یک پویش جهانی برای پس گرفتن نشان شوالیه از نخست وزیر پیشین انگلیس و یکی از عاملان حمله و اشغال عراق به راه افتاده است. روزنامه دیلی میل گزارش داد 530 هزار نفر تومار آنلاینی را امضا کردند که هدف آن فشار برای پس گرفتن نشان شوالیه از تونی بلر است. ملکه انگلیس هفته گذشته بالاترین نشان سلطنتی این کشور شوالیه را به تونی بلر داد و او از این پس می تواند از لقب سر استفاده کند. در این تومار خواسته شده سازوکار اعطای یک نشان ملی تغییر کند تا کسی که مسئول مرگ 209 هزار غیر نظامی در عراق است مفتخر به دریافت آن نشود. در این پویش از بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس خواسته شده ملکه را برای بازپس گرفتن این نشان تحت فشار بگذارد. تونی بلر در زمان نخست وزیری بریتانیا اصلی ترین شریک جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در حمله به عراق و افغانستان بود. بخشی از امضا کنندگان این تومار کهنه سربازان انگلیسی و نیز مادران سربازانی هستند که فرزندان خود را در افغانستان و عراق از دست دادند.